یک مجموعه از آوارگان سوری از لبنان به کشورشان بازگردانه شدند که البته دولت لبنان نامان را بازگشت به صورت داوطلبانه گذاشته است به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید مجموعه جدیدی از آوارگان سوری از طریق گذرگاه مرزی الزمرانی از لبنان به سوریه بازگردانده شدند به گزارش روسیا الیوم دومین دو مجموعه از آوارگان سوری شامل 350 آواره در لبنان به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند رسانه های لبنان گفتند که کاروانی شامل مجموعه جدیدی از آوارگان سوری در اردوگاه های روستای ارسال به سمت عراضی سوریه رفت این رسانه ها افسودند که نیروهای امنیت عمومی این آوارگان را برای تحویل به مقامات سوری همراهی کردند در چهاردهم ماه می نیز یک مجموعه از آوارگان سوری از لبنان به کشورشان بازگشته بودند برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که مقام های لبنانی به صورت خودسرانه پناهجویان سوری را بازداشت و شکنجه کرده و در های اخیر آنها را به زور به سوریه بازگرداندند و ادعا میکنند که آنها به صورت داوطلبانه و با خواست خود به سوریه بازگشتند عفو بین الملل تاکید کرد که به ویژه آن دست از شهروندان سوری که در خطر جدی اذیت و آزار حکومت سوریه قرار دارند و به دلیل عقاید سیاسی وطن خود را ترک کردند نبایستی اجبارا به سوریه بازگردانده شوند علاوه بر ترکیه و لبنان عراق هم در تلاش برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان میباشد این در حالی است که بر اساس گزارش های مستند افرادی که به سوریه بازگشتند از سوی حکومت سوریه مورد آزار و اذیت واقع شدهاند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفت مواردی را مستند کرده است که در آن مقام های عراقی سوری‌ها ها را با وجود داشتن اقامت قانونی یا ثبت نام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اخراج کردهاند. دولت اقلیم کردستان عراق در شمال نیز به درخواست بغداد ورود ویزا برای شهروندان سوری را به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر به منظور تنظیم مقررات نیروی کار خارجی در عراق به حالت تعلیق درآورده و ورود سوری ها به اقلیم کردستان برای کار یا پناهندگی را محدود کرده است اوزگور اوزل رئیس حزب جمهوری خلق و رهبر اپوزیسیون ترکیه هم به تازگی گفته است ما نمیخواهیم پناهندگان در کشورمان بمانند یا وضعیت کنونی دائمی شود به همین دلیل برای حل مشکل پناهندگان سوری ابتکار عمل را به دست خواهیم گرفت بین پنج تا هفت میلیون نفر از مردم سوریه در روند جنگ سیزده سالی کشورشان را ترک کردند و به لبنان، اردن، ترکیه و مصر رفته و شماری نیز راهی برخی کشورهای دیگر شدند